سلام، مخاطب عزیز، در این فیلم تست هایی را از معادله درجه دوم در سطح کنکور حل میکنیم. حتما اگر نیاز به آموزش دارید به صفحه رشته خودتون در آدرسی که در پایین میبینید مراجعه کنید. سوال اول میگه معادله درجه دوم بنویسید که جوابهای از نصف جوابهای معادله x و به علاوه 4x منهای 1 مساوی با 0 یک واحد کمتر باشد. یه راه اینه. ما بیاییم معادله را حل کنیم. ریشه‌هاش رو به دست بیاریم. نصف کنیم. یه دونه ازش کم کنیم. ریشه های معادله جدید رو به دست بیاریم. s و p معادله جدید رو ببینیم با کدوم یک مطابقت داره. روش دوم چیه؟ روش دوم اینه S و P این معادله رو پیدا کنیم، بر اساس S و P این بریم S و P معادله جدید رو بسازیم. از روش اول حل کنیم. خب از روش دلتا X1 و X2 معادله رو پیدا کنیم. دلتا چی میشه؟ B2 منهای 4 A C. میشه 16 منهای 4 ضرب در 1 ضرب در منهای 1 که میشه 20. x میشه منهای b یعنی منهای 4 به علاوه منهای رادیکال 20 به روی 2a که میشه 2. جواب این میشه منهای 2. این رو بگیریم 2 رادیکال 5 تقسیم بر 2 میشه 2 به علاوه منهای رادیکال 5. این ریشه های این معادله است. نصفش میکنیم. میشه منهای 1 به علاوه منهای رادیکال 5 دوم. یه دونه ازش کم میکنیم. خب دوتا ریشه است دیگه. یکیش 1 به علاوه رادیکال 5 دوم. یه دونه ازش کم کنیم. چی میشه؟ میشه منهای 2. اون یکی ریشه چیه؟ منهای 1 منهای رادیکال 5 دوم. یه دونه ازش کم کنیم این میشه. این x1 معادله جدیده، این x2 معادله جدیده. جمعش کنیم x1 و x2 رو. چی میشه؟ منهای 4. s معادله جدید. ضربش کنیم پی معادله جدید x1 ضرب در x2. اتحاد مزدوجه میشه منهای 2 به توان 2 که میشه 4 منهای رادیکال 5 دوم به توان 2 که میشه منهای 5 4 رو مخرج مشترک بگیریم میشه 11 4 رو. خب بریم ببینیم کدام یکی از این چهار تا معادله تطبیق داره اس و پیش. پی این چنده؟ حاصل ضرب ریشه‌اش منهای 5 4. خب تطبیق نداره دیگه. این 11 چهارمش تطبیق داره، اسش هم تطبیق داره، همین جوابه. این یکی پیش 5 چهارمه، این یکی پیش 11 چهارمه، اما اسش 4ه. منهای بی میشه 16 به روی 4 4. پس همین جوابه. اما روش دوم داریم. روش دوم اینه که بیایم اس و پی این معادله رو تعیین کنیم. اسش که میشه مجموع ریشه ها برابر منهای بی آم یعنی منهای چهاره، حاصل ضرب ریشه ها x1 در x2 برابر با پی آم یعنی منهای یک. حالا ما میدونیم معادله درجه دومی که قرار ساخته بشه ریشه هاش یعنی مثلا x پریم 1 از
x1 از نصف x1 یه دونه کمتره. x'2 از نصف x2 یه دونه کمتره. خب الان ما میتونیم بگیم x'1 به علاوه x'2 که اسپریم بگیریم معادله جدید هست x1 دوم منهای 1 به علاوه x2 دوم منهای 1. یعنی بر اساس معادله قبلی داره مجموع ریشه های معادله جدید رو به دست میاریم که اگر اینجا مخرج مشترک رو نگاه کنیم به این صورت میتونیم بنویسیم به جای x1 که به علاوه x2 هم بذاریم منهای 4 تقسیم بر 2 منهای 2 منهای 2 منهای 2 هم منهای 4. S این معادله بود منهای 4. S این هم منهای 4. پس بعد بریم سراغ P. x1 ضرب در x2 نه x'1 ضرب در x'2 بر معادله جدید داره حاصل ضرب ریشه ها رو به دست میاریم. حالا میذاریم x1 دوم منهای 1 ضرب در x2 دوم منهای 1 و از حاصل ضرب رو به دست بیاریم. بعد میبینیم که میتونیم ساده کنیم x1 x2 4 روم منهای x1 دوم منهای x2 دوم به علاوه 1. به جای x1 ضرب در x2 میذاریم منهای 1 میشه منهای 1 4 روم. اینجا هم یه منها فاکتور بگیریم میشه x1 دوم به علاوه x2 دوم که مخرج 2 هست. x1 که به علاوه x2 منهای 4 پس میشه منهای 4 دوم به علاوه 1. این میشه 3 منهای 1 4 روم. 3 منهای 1 4 روم میشه 11 4 روم. اینم سی آومش 11 4 روم. اینم روش دوم. بریم تست بعدی. اگر آلفا و بتا جواب های معادله x2 منهای 3 x منهای 1 مساوی 0 بوده باشد و داشته باشیم p حاصل ضرب ریشه ها، چون آلفا و بتا گفته جواب های اینه، پس حاصل ضرب ریشه ها همینجا بگیم دیگه سی آومه شده ده، یعنی p مساوی منهای 1. حاصل جمع ریشه ها یعنی منهای b آوم S مساوی با 3. به ازای کدام مقدار کا جواب های معادله 25x منهای 5 کا x منهای 1 مساوی با 3 برابر با اینه؟ یعنی این x'1 این x'2. ما میتونیم بگیم x'1 به علاوه x'2 S معادله جدید و x'1 ضرب در x'2 P معادله جدید. پس میگیم x'1 به علاوه x'2 مساوی با آلفا ریشه هاشه دیگه. وقتی میگه جواب های معادله باشد آلفا بروی 2S به علاوه P به علاوه بتا بروی 3S به علاوه 4. ممکنه بگید بعد مخرج مشترک بگیریم و این همه راحت، نه. الان S و P رو داریم جایگذاری میکنیم. آلفا بروی 2 ضرب در 3 6 منهای 1 5 به علاوه بتا بروی 3 ضرب در 3 9 منهای 4، چون 4 ضرب در منهای 1 میشه 5. حالا میشه آلفا به علاوه بتا 5.
آلفای به علاوه بتا چی بود؟ اس، یعنی سه، پس شد سه پنجم. سه پنجم اسپریمه، مجموع ریشه ها که برابر با منهای بی آون، یعنی منهای پنج کا به روی 25 مساویه این مجموع ریشه های این معادله است دیگه. سه پنجم بیایم از یه تکنیکی که تو دبستان یاد گرفتیم استفاده کنیم. پنج ضرب در پنج شده 25، سه هم باید ضرب در پنج بشه که میشه 15 مساویه با 5 کا. کا میشه چند؟ 3. حتما از این نوع تست ها که مربوط هست به مجموع ریشه ها و حاصل ضرب ریشه ها توی کنکور سوال میاد. اگه نه اینکه بگم معادله درجه دوم زیر را حل کنید که دلتا دیگه، روش دلتا راحت میتونیم حل کنیم. سوال بعدی میگه معادله 4x و منهای پرانتز m به علاوه 1 در x به علاوه 3 مساوی با 0 دو ریشه حقیقی منفی دارد که بین آنها این رابطه است. m کدام است؟ ببینید ایده‌ای به نظرتون میاد؟ خب یه ایده میتونه این باشه، بگیم x پریم مساوی با 3 x گوند یه ریشه 3 برابر اون یکیه. بعد بگیم حاصل ضرب ریشه ها میشه پی، حاصل جمع ریشه ها میشه اس، ایکس بیریم همون ایکسیه که ایکس گوندم همون ایکس دوه. پس میتونیم بگیم به جای ایکس بیریم بذاریم ایکس یک، به جای ایکس دو هم ایکس گوند. همه رو بر اساس ایکس بیریم بنویسیم چی میشه؟ یا همون x1 مساوی 3x2. خب اینجا میذاریم 3x2 ضرب در x2 مساوی با حاصل ضرب ریشه ها سی آومش میشه 3/4. از اینجا x2 به توان 2 در میاد 1/4. x2 دو تا جواب داره، مثبت و منفی 1/2، اما یه جواب باید به دست بیاریم. میریم سراغ جایگذاری طریق حاصل جمع. به جای x1 گفتیم 3x2 میذاریم میشه 4x2 مساوی با s منهای b آم. یکی از جواب رو بذاریم ببینیم چی در میاد. 4 ضرب در 1/2 میشه 2، 4 ضرب در 2 میشه 8، ام به علاوه 1 مساوی 8، ام در میاد 7. خب داریم، اما اینجا گفته 2 ریشه حقیقی منفی، ما الان گذاشتیم چند؟ 1/2، پس منهای 1/2 میذاریم میشه منهای 2 ضرب در 4 مساوی ام به علاوه 1، ام در میاد منهای 9. x2 منهای 1/2، x1 منهای 3/2. اینم دو ریشه منفی. میخواییم امتحانم کنیم منهای 9 که بذاریم اینجا، 4x2 منهای 8 به علاوه 8x به علاوه 3 منهای b 2 آومش، منهای b آومش همون منهای 2 در میاد، درسته، و c آومش هم درست در میاد، همین جوابه. مطمئن باشید جوابا رو من حتما چک کردم از کلیت ها و با خیال راحت شما همین
روش رو برای حل به کار بگیریم. میگه معادله داده شده چند ریشه حقیقی دارد. این دیگه در سطح کتابه. از روش تغییر متغیر اینو تی میگیریم. خب اینم تیه دیگه. میشه تی دو به علاوه سه تی منهای چهار مساوی با صفر. میگید تی منهای یک در تی به علاوه چهار تا در جمله مشترک. خب تا اینجاش درست. تی مساوی با یک، تی مساوی منهای چهار. اما تی چی بود؟ ایکس دو به علاوه ایکس به علاوه یک مساوی با یک، یعنی ایکس دو به علاوه ایکس مساوی با صفر، یعنی ایکس در ایکس به علاوه یک مساوی با صفر، یعنی ایکس مساوی با صفر یه جواب، ایکس مساوی منهای یک یه جواب. این مال وقتی بود که این تی که به دست آوردی مساوی با یک. حالا مساوی منهای چهارش هم ببینیم. ایکس دو به علاوه ایکس به علاوه یک مساوی منهای چهار، ایکس دو به علاوه ایکس به علاوه پنج مساوی با صفر. بی دو منهای این دلتاش کوچکتر از صفر، جواب نداره. همون دوتا ریشه. خواستیدم امتحان کنی صفر بذارید یک، سه، منهای یک بذاریم یک، سه، درست. پس چون به ازای تی مساوی با منهای چهار دلتای معادلهی که بر حسب ایکس بود کوچکتر از صفر بود، اصلا به ازای اون مقدار دیگه جواب نداریم. معادله درجه دومی با ضربه گویا که یکی از ریشه هایش این باشد کدام است؟ سه منهای رادیکال پنج. یه روش اینه بیان تک تکش رو حل کنیم. دلتای کدومشون رادیکال پنج در میاد؟ بی دو منهای چهار آسی. خب این هست سی و شیش منهای، خب این نیست، 36 منهای 16 اینم هست 36. خب اینا این سه تا هست. خب با مدل درجه دوم با ضرایب گویا بیایم تک تکشو منهای بی به علاوه منهای بی دو منهای 4 آسیش 36. نه این نمیشه، مثبت میشه. خب پس اینم نیست. 36 به علاوه منهای 16 رادیکال 20 دو آم، 3 به علاوه منهای 2 رادیکال 5 همینه دیگه. یاد به حفظ کردن خیلی از روابط نیست، همون روابط دلتا و حاصل ضرب ریشه و اینا کفایت میکنه. فقط باید تسلل رو محاسبات داشته باشیم. این یکی رو بیاریم بررسی کنیم. خب این تقسیم برای دو آ میشه دیگه، همون به دست نمیاد دیگه. ببینید بی دو اینه جواب. مقدار کار را طوری بیابید که معادله داده شده ریشه حقیقی نداشته باشد. خب بعد باید ضرب کنیم و بعد دلتا کوچکتر از صفر. همین راهش دیگه. کا در ایکس دوه به علاوه اتحاد جمله مشترک پنج ایکس به علاوه چهار مساوی با ایکس. کا ایکس دو به علاوه 5 کا ایکس منهای ایکس به علاوه 4 مساوی با 0.
خب اینجا میشه اونایی که خیلی مسئله حل کردن این مراحل رو تو ذهنشون انجام میدن، یعنی همینجا ضرب میکنن دیگه، فاکتورگیری رو تو ذهنشون میگن x 5 کای منهای 1 به علاوه 4 مساوی با 3، دلتا چی میشه؟ b 2 منهای 4 با 3. دیگه این نمی نویسم 5 کای منهای، اینو نمی نویسم 5 کای منهای 1 به توان 2 منهای 4 در کا در 4 کوچکتر از 0. میان اینجوری می نویسم 25 کا 2 منهای 10 کا به علاوه 1 منهای 16 کا کوچکتر از 0. 25 کا 2 منهای 36 کا به علاوه 1 کوچکتر از 0. خب اینو اگه بخوایم دوباره بعد از 26 کا باز باید تعیین علامت کنیم. آیا راه حل دیگه ای هم داره؟ جایگذاری. بعد فکر کنم جایگذاری جواب بهتری میده. صفر، اگر کا صفر باشه خب x جواب داره، پس اونایی که صفر رو دارن جواب داره. خب این هیچ کدوم صفر رو نداره. بریم سراغ مثلا دلتاش هم البته تشکیل میدادیم بزرگتر از صفر بود. مثلا کارو بگیریم یک، چی میشه؟ میشه x2 به علاوه 4x 5x به علاوه 4 منهای x مساوی با صفر. x2 به علاوه 4x به علاوه 4 مساوی با صفر. خب این که جواب داره دیگه، منهای 2. پس کا مساوی با 1، خب اینجا هم که کا مساوی با 1، بریم اونایی که اصلا توی گزینه ها هست 2 ببینیم، بذاری 2 جواب داره. 2 رو اگر بذاریم 2 در x2 به علاوه 5x به علاوه 4 مساوی با x. معنی یه ایده ای به ذهنم رسید. چطوره از طریق ترسیم ایگرگ مساوی ایکس دو به علاوه پنج ایکس به علاوه چهار رو در نظر بگیریم، ایگرگ مساوی ایکس دوم هم در نظر بگیریم. x2 به علاوه 5 x به علاوه 4 میشه x به علاوه 1 در x به علاوه 4 دیگه، یه منهای 1 و یه منهای 4. دهانش هم رو به باز. خب صفر هم که بدیم در 4، بعد y مساوی با x2 بوم قطع میکنه، پس جواب داره دیگه، یک دوم ایکس اینجوری میشه. البته پس اونی که دو رو داره جواب داره، این جواب داره. ببینیم راه حل بهتری هم داریم. نباید به این صورت حل کنیم، باید حتما یه راه حل بهتری داشته باشه. خب بیایم بگیم ریشه حقیقی نداشته باشد.
در x2 به علاوه 5x به علاوه 4 مساوی با x. آها، فکر کنم الان من فهمیدم. این طرف ببینید، باید شروع کنید به حل کردن همه مسائل. اگه بخواید تنوع رو شد در نظر بگیرید و حفظی جلو برید، بی نهایت میتونن بپیچونن. اهم ایده ترسیمی، ایگرگ مساوی ایکس دو، ایگرگ مساوی ایکس کام. خب اینجوری رسم کنیم، این برای این طرف ایگرگ مساوی ایکس کام چه موقع جواب نداره؟ وقتی که خیلی شیب داشته باشه یا شیبش کم باشه به این نرسه، یا به این صورت. اگر شیب منفی داشته باشه حتما قطع میکنه. آها، ببینید شیب منفی یعنی اینجوری دیگه. پس یا اینه یا اینه. پس یه بار دیگه، چون شیب منفیه بنابراین، یعنی اگه شیب منفی باشه اینجوری میشه، حتما قطع میکنه. پس این نیست، اینم نیست. اما بین این دوتا ببینید، الان مثلا میگم یک نهم تا یک رو در نظر بگیریم، معکوسش مثلا از یک هشتم میشه 8x به این صورت، قطع نمی کنه. اما اگر مثلا 8 بذاریم شیبش چقدر کمه؟ شیبش خیلی کمه، به این صورت حتما قطع میکنه. پس گزینه 2. من پاسخنامه کلیدی داشتم، البته پاسخ تشریحی توی آزمون های جامعه ریاضیات تجربی مهر و ماه هست که من ندیدم، اونا نمیدونم از چرا حلی حل کردن، ولی حتما ترسیمی نبوده، چون اساس کمتر روی ترسیم، بیشتر جبری حل میکنن. اما اگه خواستید میتونید به سایت انتشارات مهر و ماه، کتاب ریاضی جامعه، آزمون جامعه 1، این سوالات 10 تا سوال اول آزمون جامعه مربوط به معادله درجه دوم هست، توی خود کتاب جواب تشریحی برای آزمون های جامعه نداره. تفاضل دو ریشه این معادله برابر 5 دوم ام کدام است؟ خب تفاضل x1 منهای x2 یا x2 منهای x1، نمیدونیم، برابر با 5 دوم. یه روش اینه بگیم x1 منهای x2 به توان 2 برابر با x1 به توان 2 x2 به توان 2 منهای 2 x1 x2. بعد اینجا بگیم x1 به علاوه x2 به توان 2 منهای 2 x1 x2 که میشه آخرتر منهای 4 x1 x2. یعنی به جای x1 که به علاوه x2 میذاریم منهای b آم، یعنی میشه 3 دوم به توان 2 منهای 4 تا 30 آم مساوی با 5 دوم. پس داره از همون مجموع حاصل ضرب استفاده میکنه، میشه 9 چهارم منهای 2 ام مساوی 5 دوم. اونایی که زیاد حل کردن اینو سری میگیرن چی؟ 10 چهار رو که میاد این طرف میشه منهای 10 چهار و 9 چهار و منهای 1 چهار، اونم میشه 2m m میشه منهای 1/8. توی کجا اشتباه کردیم؟
تفاضل دو ریشه برابر، آها اگه گفتی کجا اشتباه کردیم، تفاضل دو ریشه برابر با 5 دومه، نه اینکه توان دوم. اینجا باید بذاریم 25 4 رو. خوب شد توی گزینه ها نداشته بود همچین چیزی رو و اینه حتما اشتباه میکرد. اینجا پس میشه 25 4 رو، اینجا میشه 2m مساوی با 25 منهای 16 4 رو که میشه منهای 4، ام میشه منهای 2. این بی‌دقتی بزرگی بود توی کنکور. البته از این بی‌دقتی ها خیلی اتفاق میفته اگر تمرکزمون رو از دست بدیم. باید حتما برای آزمون های 400 خودتون رو مقاوم کنیم. در معادله درجه دومه داده شده به ازای کدام مقدار کا مجموع معکوس هر دو ریشه برابر با 7/3 مجموع معکوس. برابر با 7/3 مخرج مشترک بگیریم. وقتی شروع کنید به حل کردن، البته اگر آموزش رو خوب دیده باشید دیگه دستتون میاد. خیلی از آموزش توی خود تسته. آموزش های پایه رو شما یاد میگیرید از همون فیلم ها، کتاب، جزوه، بعد شروع میکنید به تست دادن. ایکس یک به علاوه ایکس دو چیه؟ منهای بی آم، یعنی منهای دو کا منهای یک دوم. این منهای بی آم به جای ایکس یک به علاوه ایکس دو بروی حاصل ضرب منهای کا دوم. دور در دور، نزدیک در نزدیک مساوی با 7/0. یعنی منها با منها میره، دو کاه منهای یک کاوم مساوی با 7/0. طرف این وسط این کنیم، 6 کاه منهای 3 مساوی با 7 کاه در میاد منهای 3. بریم سراغ سوال بعدی. معادله درجه دوم که ریشه هایش مکعب ریشه های معادله ایکس دو برابر ایکس منهای یک مساوی با صفر باشد کدام است؟ مکعب ریشه های، یعنی ایکس پریم یک مساوی با ایکس یک به توان 3، ایکس پریم دو مساوی با ایکس دو به توان 3. خب مجموع ریشه ها x پریم 1 به علاوه x پریم 2 مساوی با x 1 به توان 3 به علاوه x 2 به توان 3. یادش میافتیم؟ چاق و لاغر دیگه. x 1 به توان 3 به علاوه x 2 به توان 3 مساوی با، بر حسب ما مجموع رو میدونیم، اینو که نمیدونیم پس تبدیل فرض کنیم. x 1 به علاوه x 2 در x1 2 منهای x1 x2 به علاوه x2 به توان 2. اینو میدونیم s. اینجا هم یه دونه x1 به توان 2 x2 به توان 2 رو داشتیم. اینو دیگه همه میدونن چی بنویسن. x1 به علاوه x2 به توان 2 منهای 2 x1 x2، یعنی s2 منهای 2 b. خب پس اینجا ما یه S داریم که ضرب شده در S2 منهای 2P، یه دونه منهای P منهای 3P. خب به جای S میذاریم منهای B آم منهای 1، منهای 1 هم به توان 2 1،
منهای سی چی سی آومش هم منهای یکه، یعنی به علاوه سه منهای چهار. ببینیم منهای بی آومه، خب منهای بی آومه این هست، منهای بی آومه این هم هست، کدوم جوابه؟ یکی یا چهار؟ بریم اسش هم باید حساب کنیم، پیش هم حساب کنیم، پیش راحت تره، این پیریمه دیگه. نه 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 این پیریم نداره. اصلا چی دارم می نویسم؟ ببینید x پیریم یک در x پیریم دو به جاش می داریم x یک سه x دو سه. اینجا میشه x یک x دو به توان سه، یعنی پی به توان سه، یعنی منهای یک. کدوم یک اینو منهای یک سیامش؟ یک یا چهار؟ خب اینه پاسخ. و سال آخر، این ده تست خیلی برای آمادگی برای کنکور از مبحث معادلی درجه دوم توصیه میشه. منحنی نمایش ایگرگ مساوی ام دو ایکس دو منهای سه ام ایکس منهای یک به ازای مقادیر مختلف ام همواره. خب ببینیم دلتا چه وضعیتی داره. بی دو منهای چهار آسم نه ام دو منهای چهار ام دو، خب دلتاش بزرگتر از صفر. خب دلتاش که بزرگتر از صفر و دلتا بزرگتر از صفر باشه، دوتا ریشه داره. سی آومش کوچکتر از صفره. خب سی آومش کوچکتر از صفر، دلتا بزرگتر از صفر، سی آوم کوچکتر از صفر، چی به ما میگه؟ این میگه دوتا جواب داره. این میگه ایکسی که ضرب در ایکس دو کوچکتر از صفره، یعنی ریشه ها چی هم؟ مختلف البنام. خب و آ هم بزرگتر از صفره، یعنی رو به بالاه. پس اینجوریه، بالای محور ایکس ها قرار داره، محور ایکس ها رو در یک طرف مبدا قطع میکنند، بر محور ایکس ها ماس هست، محور ایکس ها رو در دو طرفه. خب اینه دیگه،